میری پایین سوار ماشینت بشی، میبینی دور تا دور ماشین تو خط کشیدن، میبینی یکی زده تو در ماشین، نصف ماشین برده رفته، یارو دنده عقب میزنه بهت، پلیس میاد، یارو میگه نه من نزدم، دنده عقب نزدم، این زده از پشت به من. تو خجالت نمیکشی؟ تو مردی. سلام همه دوستان، خیلی مخلصم. اینجا برنامه unboxfa، من سهیلم. اگر از یوتیوب داری برنامه منو میبینی حتما سابسکرایب کن، اگر از اینستاگرام میبینی لایک، کامنت، شیر، فوروارد یادت نره. محصولی که اینجا پیش منه ویوفو کار کامراست که مدل A119 V3، یه دونه V3G هم داره که اون GPS داره، این GPS نداره روش، و دوربین ماشینه که تو این شرایط کاملا به شما کمک میکنه و یه استفاده دیگه هم داره. شما وقتی میری سفر، میرین ور اونور، میتونی قشنگ یه ویدیو باحال از اون سفرت بسازی، تایم لپس بگیری، ویدیو بسازی و یه سری قابلیت های دیگه که میتونی از این دوربین بگیری. ببینیم روی جعبه چی نوشته. این ور که همین مدلش اینا رو نوشته، سمت راست جعبه اومده نوشته که 2560 تا 1400 در 30 فریم رزولوشن ویدیوشه، سونی 5 مگاپیکسل سنسورشه، f1.6 دیافرام یا اپرچرشه فکر میکنم. یه جا اینجا نوشته مثلا گلس 7 گلس فلان 7 تا لنز داره که حالا تکنولوژی که من خوندم در موردش میگم 7 تا لنز داره، تکنولوژی خفنی برای تو نور. بعد بهتون میگم که 140 درجه واید براتون فیلم برداری میکنه، 2 اینچ LCD داره، GPS لانگر آپشنال، به GPS متصل میشه، GPS نداره، یعنی به GPS ماشین خودش باگه ها، باید GPS مدلش از GPS داره، GPS داره به نظر من بهتر از اینه. این GPS نداره، به GPS ماشین متصل میشه. البته خب یه سری ماشینا GPS دارن و خب این GPS نداره دیگه، چه کاری اون GPS داره رو بگیری. و دلیل اینکه به GPS متصل میشه اینه که شما وقتی مثلا یه جا برات یه اتفاقی میفته، همونجا این GPS ثبت وقایع میکنه، میزنه کجا و چه جوری. بعد ادوانس پارکینگ مود داره که جلوتر در موردش توضیح میدم ادوانس پارکینگ مودشو. بعد بهتون میگم جی سنسور داره که این هم جلوتر تو همون بحث پارک بهتون توضیح میدم. دیگه بهتون بگم سوپر کپاسیتی رو پاور، این مدل باتری نداره، خازن داره. چرا که وقتی یه موقع برق ماشین، چون اینا برق ماشین متصل بشه دیگه، یا به فندکی یا به برق ماشین مستقیم، که وقتی به برق ماشین متصل شد، اگر یه موقع برق ماشین قطع شد، یهو هر چیز ضبط کرده بود تا اونجا دیگه بعدش نپره، همون لحظه بتونه ثبت کنه اتفاقاتی که افتاده، مثلا شما وقت تصادف کردی بتونه ثبت کنه. حالا چرا خازن گذاشتن باتری نذاشتن؟ چون باتری به مرور زمان، چون این پشت آینه قرار میگیره، خیلی حرارت آفتاب و اینا زیاده، باتری عمرش خیلی میاد پایین. یکی این دلیل. دلیل دوم که باتری طول عمر داره، مثلا میگم 500 بار شارژ، 200 بار شارژ، ولی خازن طول عمرش خیلی بیشتر از باتری. بعد دیگه چیز خاصی ننوشته این ورش. بریم چپ جعبه رو ببینیم. چپ جعبه نوشته 2 اینچ اسکرین و لنزش قابل چرخشه و سوپر نایت ویژن داره و 140 درجه و همون باتری رو نوشته و جی پی اس، قابلیت وصل کردن جی پی اس بهش داره، زیرش چیزی نیست، بالاش چیزی نیست، سایتشون رو نوشته. همین. بریم برای آنباکسینگ جعبه. خب یه دونه کارت گارانتی از دور دید که پیجشون رو این زیر میذارم، اگر میخواید محصول رو خرید بکنید برید از خودشون صحبت بکنید. مدل‌های مختلف دوربین دارن، این یکی از مدلاشه و مشاوره بگیرید و اون دوربینی که میخواید رو بخرید. یک عدد دوربین که الان بازش نمی‌کنیم، ببینیم زیر چیه. خب یه دونه دفترچه راهنما داره، یه دونه کابل مینی یو اس بی داره، میکرو یو اس بی نه، مینی یو اس بی داره که برای شارژش باید باشه فکر کنم. بعد بهتون میگم که یه دونه چرا مینی یو اس بی داره، یه دونه باز کابل مینی یو اس بی بلند داره که این مال فندکیه مستقیم، یعنی یه دونه شارژر فندکی داره، یه دونه هم کابل مینی یو اس بی بلند داره که این فکر می‌کنم مال فندکی باشه جفتش، اینم مال شارژشه، به برق ماشین باید وصلش بکنیم. یه سری پایه چسبدار داره که این مال نصبشه، نمیدونم دقیقاً کجا، این موقع نصبش میفهمیم مال کجاست دقیقاً. مال نصب بشه. بعد اینجا یه دوباره دوتا پایه چسبدار دیگه داره، زیرشون چسبه، این برم یه پایه پلاستیکیه، اینا مال نصب خود این دوباره پشت آینه و ایناست. یه چند تا تیکه چسب اضافه اینجا داره و فوم لرزشگیر، یعنی چیزی که الان این توی یه نخه، چند تا تیکه چسبه و فوم لرزشگیر که اینا رو هم توی نصب باز متوجه میشیم که به درد کجا میخوره و چجوری انجام میشه. دوربین میشه گفت قیافه خوبی داره و خیلی بزرگ نیست، پشت آینه قرار میگیره، خیلی فضای ماشین رو زشت نمیکنه. این مثلا قرار بگیره وسط ماشین اینطوری قشنگ میتونه پشت آینه قرار بگیره و این خیلی خوبه. لنز چرخشش منظورش این بود، میچرخه اینطوری، یعنی میتونی تنظیمش کنی و این فقط بالا پایین، جهت بالا پایین. بهتون بگم که یه دونه LCD 2 اینچ فکر می‌کنم نوشته بود 2 اینچ داره، اینجا خروجی AV داره و همین مینی USB سمت راستش، سمت چپش جای رم داره و یه دونه سوراخ دیگه که R نوشته، آره نمیدونم برای چی، ریستشه شاید، احتمالا مال ریستش باشه. بعد بهتون بگم که اسپیکر داره مثل این که دوتا بغلش، حالا باید تست بکنم، یه دونم پایینش. بعد میکروفون داره، رو دکمه‌اش نوشته اینجا و این جلو اگر ببینید یه دونه دکمه منو میک، این که نمیدونم چیه، چی کار میکنه براتون، یه دونه ضبط، یه دونه خاموش روشنشه. بالا هم که اسم خودش رو نوشته و بهتون بگم پشتش هم که جای ورودیه، این پایه مایه‌هاشه مثل اینکه که شارژرش وصل بشه فکر میکنم. پشتم جای ورودی، نه این چیه، این نمیدونم چیه، نمیدونم برای چیه، میریم تو نصبش میفهمیم برای چیه. بعد بهتون بگم که همین تا اینجاشو که طراحی نسبتا خوبی داره، جنس کیفیتی هم پلاستیک مرغوبی. وزن این محصول حدود 300 گرمه و ابعادش 89x101x50 میلیمتره. توی توضیحاتش گفته بود که این یک فیلتر نور CPL داره که وقتی تو شرایط ضد نور قرار میگیره رو به خورشید تصویر خیلی بهتری به شما میده تا دوربینای معمولی، که اینم ما میریم توی تستش بررسی میکنیم. سه تا حالت پارک داره، سه تا حالت پارک مود داره. اولش اینه که وقتی شما میری مثلا ماشین رو میذاری تو پارکینگ، مثلا با همسایت مشکل داری، میذاری تو پارکینگ، میخوای ببینی کی میاد سراغ ماشینت، اینو میزنی روی حالت تایم لپس، هر یک ثانیه یه دونه عکس میگیره و مثلا میشه هر 30 دقیقه فکر میکنم یه دقیقه ویدیو به شما تعدیل میده، اونو هر 30 دقیقه رو یک دقیقه ویدیو سریع به شما تعدیل میده که میتونی ببینی تو شب چه اتفاقاتی یا تو روز چه اتفاقاتی افتاده، مثلا توی پارکینگ یا بیرون که ماشینتون رو گذاشتید. این حالت اولشه. یه حالت دومی داره که رو این حالت اگر حرکت یا ضربه‌ای به ماشین بخوره، تکون بخوره، این شروع میکنه به فیلم برداری و از همون لحظه، نه از 15 ثانیه قبلش هم به شما سیو میده، یعنی 15 ثانیه قبلش هم برای شما سیو میکنه، از لحظه ای که حرکت رو میبینه یا ضربه میخوره 15 ثانیه قبلش به شما سیو میده که اینم باید تست بشه. حالا حالت سوم ترکیب این دوتا حالته، شما میذاری رو حالت تایم لپس و همین حالت حرکت، اگر که حرکتی ببینه شروع میکنه فیلم برداری کردن، یا اگه ضربه بخوره شروع میکنه فیلم برداری کردن، اگر در غیر اون باشه کلا تایم لپس براتون میگیره. این میشه مجموعه این دوتا حالت پارک که میشه حالت سوم که حالت باحالیه. شما اگه مخصوصا اگه با همسایه مشکل داشته باشید این گزینه بسیار خوبیه براتون. خب بریم برای اینکه روی ماشین نصبش بکنیم یه فیلمی باش بگیریم، هم کیفیت فیلمش رو ببینید، هم چیزایی که گفتم و در موردش خونده بودم و تست بکنیم و اینکه یه سری نظرات و کامنت هایی که در مورد این محصول اومده رو هم توی این برای شما بازگو میکنم، چون یه سری نظرات منفی داره، یه سری نظرات مثبت داره که در جمع بندی بهتون بگم که آقا این به درد میخوره، اصلا به درد کی میخوره، به درد کی نمیخوره. آقا خیلی مخلصم، ما اومدیم توی یه دونه کاپرا این دوربین رو ببندیم. چرا؟ چون علاوه بر اینکه تو تصادفات و اینا میتونید شما فیلم بگیرید، که قابلیت های این دوربین اینه که فیلم برداریهای آفرودی و جاده‌ای و اینا رو انجام بدید که خیلی هم حال میده، خیلی هم خوشگل میشه، یعنی ویدیوهای قشنگی میشه باش گرفت که تو آفرود این دوربین خیلی به درد میخوره، چون رو ماشین هر موقع خاصی روشن میکنی و فیلمتو میگیری، یعنی یه قابلیت دیگه. واسه همین ما اومدیم روی کاپرا داره میبندیم اینو. چند تا نکته من قبل اینکه بریم واسه بستنش نصبش بهتون بگم. این دو مدل نصب میشد دیگه، یه مدلش با فندکی بود، یه مدلش با هاردبایکی بود که توی این نبود، توی این نیست. اینو بعد شما جدا هارد بایکید، هارد بایکیدی هم چیزایی اینو بعد جدا بخرید که یه دونه سیم این مدلیه، حتی تو سایت خود اینم باید جدا برید بخرید. یه سیم اینطوریه که یه دونه حالت این مدلی داره و یه دونه جای این فیوزاشه که میخوره به فیوز و اینا. این نصبش حدوده، من تو یوتیوب نگاه کردم حدود نیم ساعت 45 دقیقه طول میکشه. خود آدم میتونه نصب کنه از آموزش‌های یوتیوب، اگر یه ذره سرش بشه، سرش هم نشه، از آموزشو دقیق نگاه کنه میتونه نصب بکنه. اگرم که نه میتونه بده به یه برقکار ماشین یا یه چیزی براش وصل بکنه. ولی من چون ماشین باز نیستم و اینا و اصلا وقتشو نداریم که اینو بخوایم وصل بکنیم و اینا، به خاطر همین ما اینو فعلا با هارد بایکیت وصل نمی‌کنیم، فقط با فندکی وصل می‌کنیم. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که حالت پارکینگ مودو وقتی ماشین خاموش می‌کنی فندکی دیگه خاموش میشه، کار نمی‌کنه. یعنی حتما اگه شما می‌خرید با هارد بایکیت رو بخرید نصبش بکنید که 289 تا 300 تا جداگونه باید پول بدید بهش و باید نصبش بکنید، چون اگه فندکی خاموش بشه خب دیگه پارکینگ مود اینا رو نمیگیره. ولی ما الان ماشین خاموش نمی‌کنیم، یعنی پارک می‌خوایم پارکینگ مود اینا رو تست کنیم، ماشین سوئیچو باز می‌ذاریم، ما تستشو با اون می‌گیریم، همون کارو برای ما می‌کنه. ولی شما باید بخرید. اینو گفتم بهتون اطلاع بدم. و یه نکته‌ای هم که لنز CPL شو، فکر می‌کنم لنز CPL بود نوشته بود اینجا دیگه، آره لنز CPL شو روی این نداره، اینجا نوشته آپشنال. این آپشناله و اینو باید جدا بخرید. اینم من اشتباهی گفتم روش هست، فکر می‌کنم رو خودش مدل لنزش، ولی اینجا آپشنال داره که اینو باید حتما جدا بخرید. اونم تو ایران نیست در حال حاضر، یعنی من از خودشون پرسیدم گفتن فعلا نداریم، هنوز نیومده لنزش. این دوتا نکته بود. بریم برای نصبش بکنم، بذاریمش اینجا ببینیم چه شکلی میشه و تستای تصویریشو بگیریم. خب همونطور که می‌بینید رم استیکارت نداره و نمیتونیم فعلا رکورد بکنیم. حالا ما اینو میچسبونیم روی رم، هم میندازیم توش. همونطور که می‌بینید نصب کردیم، رم انداختیم دیگه، صداش قطع شد. الان این دکمه رو بزنیم فیلم برداری میکنه، این دکمه رو بزنیم نمیدونم چرا عکس میگیره، ولی خب منو هم هست، یعنی هم داخل منو فکر میکنم میره، هم نگهداری از اون که رکورده عکس میگیره و رکورد نباشه. من اینو قطعش کنم، یه دونه منو میزنم وارد منو میشه، می‌بینیم نام می‌کنیم یه سری قابلیت پارکینگ مودش و چیزهای مختلف داره که اینا رو دیگه میسپاریم به فیلم بردارمون. من به سایتشون سر زدم و دیدم که این کلا دو مدل داره، جی پی اس روی این آپشنال نیست. یا میتونید جی پی اس دارشو بخرید یا میتونید بدون جی پی اسشو بخرید، که اون جی پی اس دارش آخرش یه دونه جی داره که 200 تومن 400 تومن قیمتش بالاتر از اینه. حالا هر کی بسته به شرایطش، یکی ماشینش جی پی اس داره دیگه لازم نداره جی پی اس دارشو بخره، ولی یکی ماشینش جی پی اس نداره میخواد جی پی اس دارشو بخره. جای صبح بود سکته رو زده بود چون دره بغل معلوم میشد. فیلمایی هم که دارید میبینید همشو با همین دوربین رفتیم یه آفرود ریزی و پارکینگ مودشو تو شبشو تو روزشو کامل براتون فیلم برداری کردم که کیفیت تصویر رو ببینید. من خیلی وقت دیدم اینو با دوربینای ورزشی مقایسه میکنن، در صورتی که این اصلا هیچ ربطی به دوربینای ورزشی نداره، یعنی مثل گوپرو اینا هیچ ربطی به اونا نداره، چون که این اصلا کلا به برق ماشین وصل میشه، اصلا سیستمش متفاوته، مثلا مال این کار ساخته شده. دوربین ورزشی نه، دوربین ورزشی مثلا مال کلا ورزش‌های هیجانی این چیزا ساخته شده، کلا یه ذره با این متفاوته و نمیشه اینو با اون مقایسه کرد. اون خوبه اینم خوبه، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. این دوربین در مجله PCWorld بهترین دوربین اقتصادی سال 2019 شناخته شده. در کل مرسی که این ویدیو رو دیدید و لایک و کامنت میکنید. حتما نظرتون رو توی کامنت اگر دارید یا این محصول دوستاتون دارن، حتما نظرتون تو کامنت برامون بذارید و برای دوستاتون فوروارد کنید.